ارتباط ما با ائمه اهل بیت، با ملکات و صفات درونی و روحانی ماست. اون کس که ایمانش بیشتر است و علی نزدیکتر، اون کس که عملش بیشتر است به امام نزدیکتر، اما اون کس که از نظر ایمان و عمل ضعیفه، ناتوانه، مسلمن رابطه اش کمتر. قرب ما نسبت به ائمه اهل بیت قرب مکانی نیست. مکان ندارد امام، قرب مکان نیست، قرب قرب معنوی است. آنان که از نظر صفات، از نظر افعال، از نظر اعمال برترند، رابطه اینها با ائمه بیشتر. و اما اونها که از نظر ایمان و اعمال دورترند، رابطه اینها کمتر. قرب و بعد ما قرب و بعد مکانی نیست، قرب و بعد ما قرب عقیدتی است، ایمانی است، فکری است، روحی و روانی. معلمی هست در کلاس، دو نوع شاگرد دارد. شاگردانی هستند مطالب را حفظ میکنند نمره بالاتر، شاگردانی هستند هوسران، بیکار، تنبل، موقع سؤال پاسخ درست نمیگویند، معلم از اینها منزجر. همینطوری که مقام معلم نسبت به شاگرد دگونه هست، اون دسته اول نزدیکتر، دسته دوم دورتر، الان هم همینطوری. اون کس که بیشتر عمل کند او به امام نزدیکتر، اما اون کس که گناهش بیشتر شیعه هست، اما شیعه مورد رغبت و عنایت علی نیست. این ما باید بدانیم. نجات ما در عمل به قرآن و سنت است. ولایت ائمه اهل بیت موقعی به درد ما میخورد که با عمل همراه باشد. این ولایت ها خوبه، نورانیت میاره، اما پشتوانه اش عمل است. اگر عمل در کار نباشد، این ولایت نمیتوند ما را به جایی در روز قیامت برساند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. امنیت در قیامت مال کسانی است که دارای ایمانند و عملند. اگر فاقد هر دوست، ولایت نمیتوند او را از این مهلک نجات بخشد. ولایت در حقیقت کمربندی است، اما باید انسان کمربندش را محکم ببندد، استحکامش با ایمان و عمله.